در سه سال آینده پروژه ای, جاده ای نجف را به مرز عربستان می رساند تا مسیر حجاج و ترانزیت زمینی از ترکیه و ایران به عربستان را آسان تر سازد این اقدام نمونه ای از تلاش عراق برای جذب سرمایه از عربستان و پیوستن به منظومه سرمایه های عربی است این پروژه همچنین می تواند استان نجف اشرف را به نقطه ترانزیتی حجاج زمینی از ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی و ایران تبدیل کند بعد از بازگشایی گذرگاه مرزی ارعر که استان انبار را به عربستان و سعودی وصل می کند استانهای نجف و نیز تلاش خود را برای افتتاح گذرگاه های مرزی منتهی به خاک عربستان آغاز نموده و در حال تأمین امنیت این گذرگاه ها هستند لوئی الیاسری استاندار نجف اشرف که ماه گذشته با انتشار بیانیه ای از آغاز اجرای این پروژه خبر داده بود تاکید می کند که بخش اصلی این پروژه نوسازی جاده ای است که از شهر نجف تا عربستان می رود و میتواند تواند افقهای مهمی را به روی صنایع و کشاورزی استان بگشاید او میگوید که فاز اول و دوم این پروژه که ساخت جاده ای به طول 100 کیلومتر است آغاز شده و کل جاده از مرکز استان نجف تا مرز مخفرها که 236 کیلومتر از خواهد بود. علی همچنین گفته که در این پروژه با طرف عربستانی نیز هماهنگی لازم انجام شده و عربستان هم آماده تکمیل جاده در خاک خود به طول 60 کیلومتر است و اگر مشکلی پیش نیاید این پروژه تا سه سال آینده به بهره برداری میرسد. عبدالحسن شمری کارشناس اقتصادی تاکید می کند که تلاش عراق برای جذب سرمایه از عربستان و پیوستن به منظومه سرمایه های عربی به نفع عراق خواهد بود.